Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Al-Aqibatu lil-Muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen. Habibina wa shafi'una wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayyat muhtarame. رهبری دانشگاه بلخ استادان محترم خواهران و برادران عزیز السلام علیکم من در آغاز تشکر میکنم از هیئت محترم رهبری دانشگاه بلخ و فرد شما عزیزان که در این روزی که همه مصروف امتحانات هستن چند دقیقه را حاضر شدن در اینجا جمع شویم و مطالب مختصر را که در رابطه با قضایای سیاسی افغانستان وطن و خانه مشترک همه ما و شما فکر می کردم که اجرا بکنم خدمت شما بعد برسانم و استماع کنم وقایع اخیر در افغانستان خاصتاً از دونیم سال به این طرف که بعضی از علاقات ضد تمامیت ارضی استقلال و حاکمیت ملی و خاصتاً وحدت و یکپارچگی افغانستان پلانهای را یکی بعد دیگر بر تضعیف وحدت ملی و یک پارچگی افغانستان و بالاخره مساعد ساختن زمینه برای پیشبرد اهداف خودشان دنبال کردن ما مطمئن هستم که هر کدام شما از او آگاهی دارید ولی بد نیست یک قسمت از جهات دیگه قضیه را که شاید سر زیاد روشنی انداخته نشده باشه تا جایی که وقت اجازه میده خدمت شما بعد برسانم ما اول تر از همه موفقیت و پیروزی صفحات شمال در طرد حملات گروه وابسته به خارج و اساکر عجیب که به نام طالبان مشهور است به فرد شما تهنیت و تبریک میگم وقتی که ما انگیزه های اصلی را در قبال ایجاد طالبان تسلیح طالبان تمویل طالبان و اعزامشان به افغانستان میبینیم جای شکرانگی به حضور پروردگار است که صفحات شمال از آسیب ای سپاه عجیب در امان ماند و در طول مدت کم یا بیش 48 ساعت به شکل اینها خلاف خامه شدن که دیگر انشاءالله جرأت برای حامیان از اینا باقی نمانده که باز هم یک پروگرام دیگر برای صفحات شمال افغانستان دنبال کنند ما همیشه از لحظات بسیار خوش زندگی ممی بوده که با طبقه جوان افغانستان نسل فردای افغانستان فرصت را یا مدت را چند لحظه را با اونا باشم و چی خوشتر که اونها سوالایی کنند و ما را در مقابل سوالها قرار بدن که ما اگه فهم تفهیم باشه تا ببینیم که چقدر وجوه مشترک در تشخیص مرضی که امروز افغانستان به او مبتلا شده چقدر تفاهم موجود است
البته تشخیص مرض برای اقدامات بعدی به خاطر ای که او مرض زدوده شود بسیار حیاتی و مهم است. شما هر یک شما امید فردای افغانستان است. ما به خاطر دارم که به صنفهای 4 و 5 و 6 ابتدایی مکتب بودیم. معلمین ما بر ما میگفت که آینده افغانستان به دست شماست. خب اتکا به نفس ما داشتیم از بسیار اوان خوردی، ولی پیش خود سوال میکردیم که افغانستان رو آینده شو به دست ما. اگر آدم بخواید نخواید یک مرحله شما به حکم وجیبه و مسئولیت بار حمله بار مسئولیت اداری این مملکت در حدود بشانه شما مفته. اوزای امروز به ترتیب است که هر یک سوالات در مورد حقوق مرد و زن در افغانستان دارد، ولی با شما اطمینان میتونم که افغانستان آینده در پرتو دساتیر و هدایات واقعی و اساسی دین مبارک اسلام به هر یک از اتباع افغانستان، چی زن و چی مرد، فرصت مساوی خدمت را و خدمت گذاری را به افغانستان خانه مشترک شد میتونم. و تعجب نکنیم که یک دهه بعد یکی از شما خواهرها یک روز در کرسی صدارت افغانستان باشید. ما هر سه مسئله بخصوص می خواهیم که مقدار صحبت کنیم. اول این مسئله طالبان است. بعضی ها تصور دارند از اینکه طالبان یک نهضت دارند از داخل افغانستان بنابر عدم ضرورت به خاطر از بین بردن باجگیری و راهگیری و ظلم و تعدی که از طرف بعضی از سلاح بدستان بر علیه آرامی و رفاه مردم صورت گرفته بود، اینا عرض اندام کردن. خب تا حدود این فرضیه درست هم است. وقایع پس از تأسیس دولت اسلامی افغانستان خیلی دردناک است. ما دیدیم که همون ترتیبی که ملت افغانستان آرزومندی داشت متاسفانه اوضاع به همون منوال پیش نرفت. مردم خیلی آسیب دیدن از دست بعضی از سلاح بدستانی که فقط سلاح را وسیله تحقق اهداف و آرزومندی های عمدتاً مادی و دنیایی خود ساخته بودند. اگر طالبان کارشان و وظیفهشان محدود به همی ساحه میماند، شک نیست که تا حدود قابل حمایت از طرف مردم افغانستان می بودند. چنان که در اوائل شما اطلاع دارین که دولت اسلامی افغانستان خود جناب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در مواقع مختلف حتی مساعدت های کافی مالی هم به بعضی از قماندان های طالبان کردند، به خاطری که بعضی از ساحات جنوب افغانستان که از اونجا آغاز کرده بودند پاککاری شد. ولی امی که اینا به دروازه های کابل رسیدن یک آجنده مشخص پیدا کردن و گفتن که هدف مایی است که یک حکومت واقعا اسلامی را در افغانستان تأسیس کنند. از امی فرصت بود که انگیزه ها در قسمت ایجاد گروه طالبا روشن‌تر شد و اینها با اقداماتی که کردن آسته آسته خود بهتر معرفی کردن. این تحولات نمیتونه یک ریشه بیرون مرزی داشته باشه و حتی از مرزهای افغانستان به اون طرفتر از خود منطقه هم باید ریشه های از اینا دورتر باشه. اصل معادله در کجا بود؟ اصل معادله این بود که به خاطر از اینکه تجاوز اتحاد شوروی سابق ترک میشد و منطقه در صلح و سلام و امنیت و اطمینان قرار می گرفت، باید قوی ترین نهضت که انگیزه
قوی ترین انگیزه را برای استرداد استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می داشتن باید فرزندان باشد. علاقات بین المللی که همیشه تشویش از کمونیسم و پیشروی کمونیسم در این منطقه دنیا داشتن اسلام و حمایت از نوزادهای اسلامی را باعث بهترین انگیزه و بهترین معیار برای برخورد علیه تجاوز اتحاد شوروی سابق قرار داد. و واقعا همونطور هم بود. تنظیم های جهادی ایجاد شد، حمایت شدن اینا از منطقه حتی در سطح بین المللی. از تازا این نهضت شکل یک نهضت سازمانی یافته در جهان گرفت. هر قدر تسلط اتحاد شوروی سابق سر بعض از مناطق افغانستان بیشتر شد، اما قدر این نهضت بیشتر نزج و پختگی و تکامل یافت. بالاخره گپ به جایی رسید که این نهضت در مجموع که متشکل از 7 تنظیم شناخته شده جهادی بود بهترین سلاح از غرب به دست آورده، بیشترین منابع در اختیار آورده و بالاخره اینها باعث یک قوت اصلی در جامعه افغانستان تبارز کرد. بعض شعارها هم در این مقطع از طرف بعض از این گروه ها و تنظیم ها داده شد. حرکت این نهضت شما بهتر میدانید، یکی پیروای مکتب حسن البنا بود به نام نهضت اخوان المسلمین. بعضی هم معتدل بودن، بعضی حرکت های ملیگرا هم در بینشان بود. در بین سه حرکت یک حرکت دیگه که پیروای مکتب مودودی است این بود، این هم تبارز کرد که ارتباطاتشان از طریق مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علما اسلامی پاکستان به داخل افغانستان مخصوصا در ولایت کنر و بعد از ولایت شرقی افغانستان خواسته آستان نفوذ پیدا کرد. علاقات غربی پس از پیروزی دولت اسلامی افغانستان دچار یک تشویش دیگه شد که اگر این نهضت محکم شد در افغانستان با توجه به جریانات و نهضت اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه و افغانستان یک حلقه ارتباط ایجا محکم میشه و امکان داره برای طول یک مدت دراز، طول مدت که پیشبینی نمی کردن چقدر وقت در بر خود گرفت، این نهضت حاکم بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی منطقه میشه. بنابراین زود به این فکر شدن که امین نهضت مکتبی در افغانستان توسط یک نهضت سنتی اسلام باید کوبیده شد. طالبان فرمول طالبان را پیدا کردن و یک نسخه به زعم خودشان بسیار خوب بود. چون اونا می فهمیدن که کدام نهضت دیگه را ایجاد کردن و این نهضت مکتبی اسلامی را سر زود کوبیدن محال بود. پس باید یک نهضت را که در متن جامعه افغانستان پذیرش می داشت و برچسب می داشت هم تک نهضت پیدا کرد. در ایجاد گروه طالبا سه نقطه بسیار دلچسب است. یکی استراتژی یا اهداف استراتژیک غرب در قبال ایجاد طالبا، یکی اهداف استراتژیک پاکستان در برابر طالبان